سلام و درود به شما دوستان و همراهان عزیز. جواد یساری، خواننده محبوب و خوش صدای کشورمان، کسی که بعد از انقلاب در ایران موند اما هیچ وقت نتونست کنسرتی را در داخل کشور برگزار کند. هنرمندی که دوتا از فرزندانش را در جوانی از دست داد. چه اتفاقاتی در زندگی جواد یساری رخ داد؟ او در 23 اسفند 1323 در تهران محله شاهپور به دنیا آمد. فعالیت هنریش را با خواندن ترانه‌هایی در سال 52 شروع کرد. بعد از انقلاب ممنوع الکار شد اما هرگز مهاجرت نکرد و در ایران موند. آقای یساری زمانی در بازار کفش می‌دوخت. کم کم یک مغازه سمساری هم باز کرد. او همزمان با این کار در باشگاه‌های مختلف کشتی مثل فردوسی و فولاد کشتی می‌گرفت تا اینکه با یک مصدومیت شدید روبرو شد و پاش صدمه دید و دیگه کشتی رو ادامه نداد. او بعد از کنارگیری از ورزش در کاسبی هم ورشکسته شد. به همین دلیل پا به عرصه خوانندگی گذاشت. به این ترتیب ایشون فعالیت حرفه‌ای خودش رو در سال 1352 در سن 27 سالگی با آهنگی از علی نودوس شروع کرد. بعد از مدتی با اجرای آهنگی از سعید مهناویان به نام پول سیاه به شهرت رسید. این خواننده موفق سال 1345 در سن 20 سالگی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 3 فرزند پسر به نامهای رضا، مهدی و مجید هستند. اما مجید در سال 1374 در خارج از کشور به خاطر گاز گرفتگی در حمام فوت کرد. رضا هم فرزند دیگرش بود که در بلژیک زندگی میکرد. او در سال 96 به دلیل بیماری سرطان درگذشت. حالا مهدی تنها فرزند جواد یساری است که در ایران زندگی میکند. آقای یساری بعد از انقلاب دیگه نتونست به طور رسمی فعالیتش را ادامه بده. اما به صورت غیر رسمی و در مجالس خوانندگی میکرد. از جمله مشاغل دیگر ایشون اداره یک مغازه قدیمی در محله شاهپور تهران بود. در این مدت که او ممنوع الصدا بود، در امارات و لندن و کشورهای اروپایی کنسرت‌هایی را برگزار کرد و در برخی مراسمات به عنوان خواننده حضور داشت که یکی از منابع درآمد زندگیش بود. ایشون در یک مصاحبه گفتند: من در دوران جهان پهلوان تختی رزرو تیم ملی کشتی بودم و در همان زمان در اردوها و تمرین‌ها می‌خوندم و زمزمه می‌کردم. خوانندگی را خیلی دوست داشتم. تو قلب و ذهنم بود اما کسی از علاقه‌ام خبر نداشت. در همان زمان یعنی سال 1340 مغازه فروش یخچال و تلویزیون داشتم، البته به صورت قسطی، یعنی اگه کسی خرید میکرد ماه به ماه قسطی به من پرداخت میکرد. اما بعداً ورشکسته شدم. از سر ناراحتی و بیکاری هر از گاهی میزدم زیر آواز. کم کم عده‌ای از صدای من خوششون اومد و خوندن من جدی‌تر شد. تصمیم گرفتم برای اینکه بدهیامو پرداخت کنم بخونم. اولین کار جدی من ترانه‌ای به نام خوشگله بود. از همون کار اول شروع شد و من جدی‌تر شدم. آن زمان باید 10 تا کار می‌خوندیم تا تبدیل به کاست بشه و بعد از ارائه اولین کاستم اسم من بیشتر از همیشه سر زبان‌ها افتاد. لطف خدا شامل حال من شد و مردم هم همراهیم کردند. این مردم اگر نبودن من هم هیچی نبودم. تمام کارهایی را که خوندم هنوز در ذهنم هست. هیچ کدومشون را فراموش نمی کنم. دلیلش هم عشق بی اندازه من به موسیقی و خوندنه. همین الان هم اگر زندم به عشق خوندنه. آخرین کار من آلبومی بود به نام سپیددم که خیلی سر و صدا کرد. مردم دوستش داشتن. من تا سال 56 آواز خوندم و سال 57 ممنوع الکار شدم. اوایل جنگ بود و کشور ملتهب، اما بعد از جنگ هم نشد که نشد. خوندن برای من شد یک آرزو. هر بار پیگیری کردم گفتن شما خواننده قبل از انقلابی بودی، خواننده کاباره ها بودی. من بارها گفتم اون زمانها خواندن در کاباره ها هیچ ایرادی نداشت، اما کسی قانع نشد. گفتن کارهای تو کوچه بازاری بوده. این کوچه بازاری گفتن را توسط بچه های رادیو و تلویزیون باب شد و سر زبان ها افتاد. کار من مردمی بود و مدام با لفظ کوچه بازاری خواستن القا کنند که من مبتذل و سخیف بودم. اما من اینجوری نبودم. ما هم زحمت کشیدیم. نه تنها من، تمام ترانه‌سراها، آهنگسازهای اون روزها با
یک کلمه که نمیشه همه چیز را نادیده گرفت. تمام ترانه ها و شعرهای من درست انتخاب شده بودن. همیشه گفتن شعر و ترانه در موسیقی حرف اول رو میزنه. به همین دلیل حواسم جمع بود که کار بی‌معنا نخونم. اگه کار من بد بود چرا مردم دوست داشتن؟ به من گفتن لاله‌زاری هستی. دوستان یادشون نمیاد لاله‌زار یه زمانی برای خودش مثل یک دانشگاه بود، پاتوق هنرمندا و روشنفکرا. حالا کسی که بخوان بیابروش کنن میشه لاله‌زاری. اما من هیچ وقت تصمیم نگرفتم از ایران برم. من موندم. چرا باید برم؟ خیلی‌ها گفتن یساری از ایران رفته، ولی نه، پسرام از ایران رفتن. خیلی هم اصرار کردن که منم برم و میخواستن برام اقامت بگیرن، اما من حاضر نشدم وطنم رو ترک کنم. فقط گاهی برای دیدن بچه‌هام رفتم و برگشتم، یا گاهی خارج از ایران اجراهایی داشتم که بازم رفتم و برگشتم، مثل اجرام تو لندن، دبی و بعضی از کشورهای دیگه. چقدر هم مردم استقبال کردن، ولی خب نتونستم اونجا بمونم. من ایرانیم و فقط یه آرزو دارم، آواز خوندن در ایران. اوایل انقلاب بعضی از برخوردها خوب نبود، بعضیا حتی جواب سلام ما رو هم نمیدادن، اما کم کم منو شناختن. بارها افراد مختلف به مغازه من می اومدن و ساعتها درد و دل می کردیم. باور نمی کنید چقدر جوانها به من سر می زنن. من با سیگار خیلی مخالفم و تلاش می کنم بچه ها رو نصیحت کنم که سیگار نکشن. همه مثل خانواده هم هستن، مثل برادرها و خواهرانم. چند وقت پیش وزارت ارشاد دعوتم کرد و گفت می تونی برای مردم بخونی، می تونی اجرا داشته باشی، اما مجوزی به من داده نشد. اما این روزها حال مردم خوب نیست. حتی اگر همه شرایط فراهم بشه باز هم من نمیتونم برای مردم بخونم، چون مردم بی انگیزه و بی رمق شدن. منتظرم که یه بار در ایران در روبروی مردم بخونم. من پیر شدم اما عاشقم، عاشق موسیقی، آواز، ایران. هیچی مثل قبل نیست، همه چی تغییر کرده، شرایط مردم و موسیقی تغییر کرده. من اگر روزی قرار باشه بخونم باید حواسم رو جمع کنم که مردم رو ناامید نکنم. دلم برای مردم تنگ شده، میخوام یه بارم که شده ببینمشون. این روزها دلم گرفته، اگر خدا یاری کنه میخوام حال مردم رو خوب کنم. جواد یساری در خرداد ماه سال 97 بعد از 40 سال ممنوع الکاری با ایفای نقش خودش در فیلم سینمایی دشمن زن حضور داشت و یکی از ترانه‌هایش را به زیبایی اجرا کرد. به امید روزی که جواد یساری هم به آرزوش برسه و بتونه در ایران کنسرتی را برگزار کنه. خیلی خیلی ممنون از همراهی و لطف شما دوستان عزیز. لطفاً شما هم نظراتتون را در مورد این خواننده محبوب برامون کامنت کنید و اگر هنوز عضو کانال نیستید، لوگوی سرنوشت را در پایین تصویر مشاهده می‌کنید که با یک کلیک ساده می‌تونید عضو کانال بشید و ویدیوهای ما رو دنبال کنید. خیلی خیلی مواظب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدارتون.